Lone Survivor. ژانر: اکشن، بیوگرافی، دراما. کارگردان: پیتر برگ. فیلمنامه: پیتر برگ. بر اساس داستان آخرین بازمانده اثر مارکوس لاترل و پاتریک رابینسون. تهیه کنندگان: پیتر برگ، سارا ابری. کمپانی های تهیه کننده: امت، فوردا فیلمز، انویژن انترتینمنت. بازیگران: مارک والبرگ، تیلور کیچ، بن فاستر. موسیقی متن: استیو جابدونسکی. پخش از یونیورسال پیکچرز. زمان فیلم 121 دقیقه. تاریخ اکران نوامبر 2013. بودجه ساخت 40 میلیون دلار. کشور سازنده آمریکا. محل فیلم برداری آمریکا. امتیاز فیلم در سایت IMDb 7.7. Petty Officer Sheen. Can he sing? Can you say it? Mr. Patton, please. Come on. Been around the world twice. Talked to everyone once. There ain't nothing I can't do. No sky too high, no sea too rough. Learned a lot of lessons in my life. Never shoot a large caliber man with a small caliber bullet. Anything in life worth doing is worth overdoing. Moderation's for cowards. I'm a lover. I'm a fighter. I'm a UDT Navy SEAL diver. Listen up. Red Wing's a go. Bad guy. Senior Taliban commander. Shaw killed 20 Marines last week. 20. Going in with a four-man team. Axelson, myself, Dietz, Marcus. AV. It's a lot more than 10 guys. It's an army. This office compromised. This is Spartan 01, radio check. Danny, you radio working? The way I see it, we got two options. One, we let them go, roll the dice. The second that they run down there, we got 200 on our backs. Two, we terminate the compromise. We cannot do that. I don't care. I care about you. I care about you. I care about you. Not killing kids, not feeling it. This is not a vote. We're gonna cut them loose, and we're going home. Roger that, sir. Yes. We're fixing to get into a pretty good gunfight. Standing by the wall, and the guns. There's a storm inside of us. A drive. You push yourself further than anyone could think possible. You can die for your country, I'm gonna live for mine. God's looking out for us. We're good, right? We're solid. We can be heroes. Heroes. You are never out of the fight. Just for one day. در سال 2007 پس از انتشار کتاب غیر تخیلی آخرین بازمانده اثر مارکوس لاترل و پاتریک رابینسون، بری اسپیکینگز در ملاقاتی با وکیل لاترل، آلن شوارتز، برای ساخت فیلم از روی کتاب ابراز علاقه کرد. شوارتز پیشنهاد کرد داماد اسپیکینگز، آکیوا گولدزمن، نمایشنامه فیلم را بنویسد. اما گولدزمن خود را برای نوشتن فیلمنامه پروژه مناسب نمی‌دانست و پیشنهاد کرد پیتر برگ تحریر و کارگردانی فیلم را به عهده بگیرد. اسپیکینگز و گولدزمن کتاب را به همکار برگ، سارا ابری، تحویل دادند. برگ نخستین بار در حین فیلم برداری هنکاک و پس از اینکه ابری کتاب را خواند، از وجود لون سروایور خبردار شد و قبول به همکاری نمود. مزایده امتیاز ساخت فیلم از روی کتاب در بین استودیوهای فیلمسازی از جمله برادران وارنر، سونی پیکچرز انترتینمنت، پارامونت پیکچرز، دریم ورکس و یونیورسال پیکچرز جنجال برپا کرد. اما در نهایت یونیورسال در آگوست 2007 امتیاز ساخت فیلم را با بیش از 2 میلیون دلار به خود اختصاص داد.
این استودیو همچنین در مذاکره‌ای با تهیه کنندگان حق پخش فیلم در ایالات متحده را به خود اختصاص داد و بلافاصله تولید کننده اجرایی مارک دیمون از شرکت فیلمسازی مستقل فورسایت آنلیمیتد برای کسب امتیاز پیش فروش جهانی فیلم را در جشنواره کن 2012 به عهده گرفت که نتیجه پیش فروش جهانی و توزیع فیلم در 40 بازار بین المللی 30 میلیون دلار برآورد شد. بودجه تولید لون سوروایور 40 تا 50 میلیون دلار تخمین زده شد. سه شرکت تولیدی انویشن انترتینمنت، هریک انترتینمنت، امت فرمولا فیلمز برای تأمین بودجه فیلم همکاری کردند. برگ چندین سال پیش درباره پروژه با والبرگ و تیلر کیچ و امیل هیرش و بن فاستر صحبت کرده بود. یونیورسال برای کمک به فیلمسازان برای یافتن بازیگران و سایر عوامل فیلم در لس آنجلس آگهی داد. من توی لس آنجلس بودم و با تمام کارگردانا و تهیه کننده ها صحبت کردم، اما واقعا از هیچ کدوم خوشم نیومد. بعد بردنم پیش پیتر برگ. من فقط یک کلمه حرف زدم. گفتم هدفم اینه، ایدم اینه. توجهش به جزئیات توجهمو جلب کرد. هیچی جز توجهش به جزئیات برام جالب نبود. باید بخوابی رو زمین. گفتم معلومه درک میکنی، کار خودته. یوبوکی خیلی در مورد هاروی آمادت کرد، درسته؟ آره، همیشه به محض این که میشستیم به هم میگفت بلند شو، بلند شو. تا میشستم میگفت بلند شو، من دوباره افتادم مردم، بعد دوباره بلند شو، پاشو بریم. من بلند میشدم و راه میافتادم و میرفتم. به نظر تو چه چیزی باعث میشه تا آدم اینقدر انگیزه داشته باشه؟ خب همه اینا برمیگرده به اشتیاقی که برای فدا کردن جونمون رسیدن به هدفمون داریم. برمیگرده به اعتقاداتمون. وقتی شروع میکنم به شلیک کردن برای حمایت از خودم نیست، شلیک میکنم که از تو حمایت کنم و کناریم برای حمایت از من شلیک میکنه. من به خودم فکر نمیکنم، به کناریم فکر میکنم. هدفمون این، ما موفق میشیم. نمیگیم من موفق میشم. درباره برادری، درباره اتحاد و پیوستگی و حمایت از هم دیگه است، عشق به هم، مراقبت کردن از هم و قدرت گرفتن در قالب گروه، قدرتی که به تنهایی نمود نداره. از تیر خوردن نمیترسن، از مرگ نمیترسن، از سرمی دیدن و دویدن نمیترسن. از تنها چیزی که میترسن ناامید کردن رفقا و همتیمیاشونه، اینکه نتونن وظیفه‌شون رو درست انجام بدن. این چیزیه که ازش وحشت دارن. سعی میکنیم تا جایی ممکن و با سرعت هرچی تمومتر حسشون رو منتقل کنیم. خیلی خوبه که داریمشون و میدونین این بچه‌ها با بقیه بر و بچه‌های ارتشی فرق می‌کنن و ما داریم واقعا سعی می‌کنیم حسشون رو بگیریم و خودمون رو باهاشون وفق بدیم. تکون بخور. خیلی آدمای صبوریان. من فقط 12 ساعت در روز این کارو می‌کنم و بعد از چند روز داشتم می‌بریدم، اما میدونین آدم می‌فهمه اینا چه سختیایی کشیدن. آدمایی مثل مارکس، اکس مورفی و دیتز و بقیه کسایی که تو این هلیکوپتر بودن. و قبلیا و بعدیا باید تمام تلاشمونو میکردیم که باعث افتخارشون بشیم. سه روز اول خیلی برامون سخت بود، هیچ شوخی در کار نبود، باید کارمونو درست انجام میدادیم. بزن بزن. هزاران هزار گلوله شلیک کردیم. میدونستم اگه کار بگیرم بدون شکل اقل 30,000 یارد رو شاخشه، باید بزنم. بنگ 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 بنگ. اینو میدونستم، همین تو فیلم به دردم خورد، چون میدونستم این کار رو بلدم. زیاد به فشار نیومد، از بسش بر اومدم. دیگه چی کار کنم، همین بود دیگه. در آگست 2012 اعلام شد الکساندر لودویک و اریک بنا به گروه بازیگران ملحق شدند. با اینکه والبرگ، کیچ، هیرش و فاستر پیش از فیلم برداری برای بازی در نقش‌های خود تمرین کرده بودند، لاترل در کمپی در نیو مکسیکو یک برنامه تمرینی سه هفته‌ای ترتیب داد که بازیگران برای استفاده از سلاح و ارتباطات و تاکتیک‌های ارتشی توسط برگزیدگان ارتش
آموزش دیدند. مشاور ارتشی مارک سموس 4 بازیگر را در تمرینات شلیک واقعی شرکت داد تا تأثیر فیزیکی شلیک اسلحه های ارتشی را حس کنند. برای بهبود حافظه عضلات و آمادگی بازیگران برای بروز واکنش های متقاعد کننده در حین فیلم برداری نیز تمرینات خاصی انجام دادند. با اینکه در کتاب آخرین بازمانده مارکوس لاترل سربازگیری و تمرینات سال 1999 و استقرار نیروها در افغانستان در سال 2005 نیز گنجانده شده بود، برگ تصمیم گرفت فیلم تنها به حوادث مربوط به مأموریت نافرجام رد وینگز نیروی دریایی آمریکا و همکاری و مبارزه لاترل و همتیمی‌های ناکامش بپردازد. از این رو پیش از نوشتن فیلمنامه با خانواده سربازان کشته شده دیدار کرد. وی مصمم بود تا جای ممکن حقیقت را بازگو کند. هدف برگ این بود که بیننده بتواند آنچه بر این سربازان گذشته را از نزدیک تجربه کند، که البته تجربه ای هولناک و سخت و نفسگیر بود. لاترل برای اطمینان از صحت انتقال مطالب، در حالی که برگ مشغول تحریر فیلمنامه بود، 1 ماه در خانه او مستقر شد. لاترل به عنوان مشاور عمل می کرد و درباره جزئیاتی که در حین عملیات رد وینگز به چشم دیده بود به برگ مشاوره می داد. سپس برگ به عنوان نخستین غیر نظامی آمریکایی به همراه 1 تیم نیروی دریایی راهی عراق شد و در حین تحریر فیلمنامه چند ماه در عراق ماند. این لازمه نمیشه، به کارت نمیاد. لازم نیست؟ خیلی خوبه، میذاریمش کنار. اینا همه خوبن، اینم خوبه. آره خوبن، آره. کلا هم خیلی خوبه. آره، چیز دیگه ای هم هست؟ آره آره، خیلی هست. من خیلی نگران طرز کار هالیوود روی این داستان بودم، اما بعد منو با خودشون بردن پیش پیتر برگ و توجهی که به جزئیات داشت خیلی برای من جالب بود. این باید فشنگ دم دستت باشه. آره خیلی برام مهم بود، دائم باید دم دستت میبود و روی آستین ها دقیقا اینجا. خب MKA رو بذار اینجا، آلرژی نداره. بعد او مثبت یا منفی، هر چی که هست و بعد اینجا باید باشه. دقیقاً همینجا. خیلی خوب. آره. باش. من چاک راسل مسئول اسلحه‌های تنها بازمانده هستم. اینا اسلحه‌ها و تسلیحاتی هستن که برای بچه‌های تیم مهیا کردیم. اول یه لیست از اطلاعات لازم در اختیارشون قرار دادیم و بعد از 2 هفته جلسه آموزشی داشتیم. همه چیزو گذاشتیم وسط که ببینن و بدونن با چی سر کار دارن. بعد اسلحه‌های لازم رو انتخاب کردیم. رنگشون کردیم و بعد مارکس گفت آره من از اینا دوره اسلحه‌ام بسته بودن و وقتی کهنه شده بود یه جور خوبی شده بود. دستکشای مخصوص کسایی که وارد اون منطقه می‌شدن و روی پرچم تگزاسش هم خیلی حساس بود. همه اینا در کنار هم اطلاعات وسیعی که اون خیلی بهمون کمک کرد. سلام مارکوس، از دیدنت خوشحالم. سلام، حالت چطوره؟ میدونین اولین باری که مارکس لاتر رو دیدم، اون اومد توی استدیو و شروع کرد به توصیف لحظه سقوط. افتادم، از پشت خوردم زمین و شروع کردم به قل خوردن. یادمه به خودم میگفتم خوب صخره نوردی بلدم و از صخره ها رفتم بالا و یادمه پام لای صخره گیر کرد. شروع کردم به حرکت. اینجا که رسیدم صدای حرف زدن شنیدم. از اینجا سر خوردم، اومدم پایین و دورشون زدم. اینکه مارک هست که برامون تعریف کنه چه اتفاقی افتاده و فلان جا پاش گیر کرده و عصبانی شده چون زانوش کبود شده و جزئیات کوچکی که در اختیارمون قرار میده واقعا عالیه. ماکت اون منطقه است. میخوایم از نظر جغرافیایی منطقه رو خوب بشناسیم. از این بالا تا پایین. آره. همینجا. آره. تقریبا اینجاها بود سقوط دوم. بعدش هم رفتم این طرف تر، قل خوردم رفتم اونجا. هر روز با تمام قوا کارو شروع میکردن و سعی میکردن زندگی کسایی که جون سالم به در نبردن و به تصویر بکشن و بهشون افتخار کنن. وقتی همچین موقعیتی پیش میاد آدم روش بیشتر انرژی میذاره. بر پایه داستان واقعی عملیات بالهای قرمز. بالهای قرمز امشب حرکت میکنه ساعت 18.
با یه تیم 4 نفره رو افتادیم. اکسلنس، خودم، دیتز و مارکس. هدف از این عملیات دستگیری و قتل احمد شاه بود. الان بیشتر از 10 روزه. یه ارتشه. اینطور که بوش میاد خوب جای کمی داره. افغانستان دیگه، چیزی نیست. نظرت ما رو میبینه؟ نظر چیه؟ نظرم اینه که باید خودمون رو واسه یه تیراندازی حسابی آماده کنیم. صدا، نور، حرکت. نیروی دریایی ایالات متحده گزارش‌های مربوط به حوادث عملیات و همچنین تصاویر بایگانی شده مربوط به تمرینات نظامی که در حین تیتراژ اولیه فیلم نمایش داده می‌شود را در اختیار برگ قرار داد. عکس‌هایی که در حین تیتراژ ابتدای فیلم نمایش داده می‌شوند از کتاب عکس‌های جنگی ریچارد دی شونبرگ به نام روزهای خوش دیروز نیروی دریایی استخراج شده است. در حین فیلم برداری و با تشویق بازیگران توسط فیلمساز برای بداهه‌گویی برخی از دیالوگ‌های فیلمنامی برگ تغییر پیدا کرد. آغاز فیلم برداری آخرین بازمانده 15 سپتامبر 2012 تعیین شد. فیلم برداری اصلی در اکتبر 2012 آغاز شد و پس از 42 روز در ماه نوامبر به پایان رسید. فیلم برداری در نیو مکزیکو انجام شد. تولید پروژه برای فیلم برداری در آمریکا 25% معافیت مالیاتی دریافت کرد. لاترل و بسیاری از سربازان کهنه‌کار نیروی دریایی در حین تولید به عنوان مشاوران فنی همکاری می‌کردند. برگ لون سروایور را به تنهایی فیلم برداری کرد، زیرا یونیورسال بر تولید فیلم نظارت کامل نداشت. فیلم برداری ابتدا در کوهستان سانگر د کریستوی پارک جنگلی سانتا فه انجام شد. 8 روز در ارتفاع 3700 متری سپری شد. یه بازسازی کوه هندوکش که بین افغانستان و پاکستان قرار دارد، عوامل فیلم در 10 لوکیشن جداگانه در پارک جنگلی فیلم برداری کردند. فیلم برداری برای 2 هفته به چیلیلی نیو مکزیکو منتقل شد. نواحی پردرخت برای فیلم برداری صحنه‌های نبرد مورد استفاده قرار گرفت و دپارتمان هنری برای بازسازی دهکده افغانی اشغال شده توسط احمد شاه و شورشی‌های طالبان و دهکده پشتون که لاترل را نجات می‌دهد صحنه سازی کردند. سپس فیلم برداری به پایگاه نیروی هوایی کرتلند در آلبکرک در نیو مکزیکو منتقل شد که بدل صحنه‌های مربوط به فرودگاه باگرام پایگاه نظامی آمریکا در افغانستان بود. فیلم برداری اصلی در ساوند استیج های استودیوی I-25 در آلبکرک به پایان رسید. برای تولید فیلم از 2 فضای جداگانه به وسعت 2400 متر مربع به عنوان صحنه‌های داخلی و کارهای مربوط به پرده آبی استفاده شد. فصل مهمی. تو برام مهمی، تو برام مهمی، تو برام مهمی. من هیچ وقت تو فیلمی که بازیگراش اونقدر احساس مسئولیت کنن و سعی کنن احترام شخصیت‌های اصلی داستانو که دارن نقششون رو بازی میکنن حفظ کنن حضور نداشتم. این از اون فیلم هاست که یادمون میندازه بچه هامون چقدر برای حفظ کشور، حفظ آزادی و دموکراسیش از خود گذشتگی کردن. این فیلم درباره برادریه. دیت! در بدترین شرایط ممکن برای حمایت از بغل دستیت مبارزه میکنی. دریافت شد. یالا بریم. من خوبم. معلومه که موفق میشه، داستانشه که باید گفته میشه. یالا را بیافتین. اصلا فکر نمی کردم که اینقدر تاثیرگذار و اینقدر الهام بخش باشه. بن فاستر، بعد از این که فیلم رو دیدیم بهش گفتم مرسی که برای چند ساعت دوباره پسرم رو به این برگردوندی. روی صحنه آموزش استفاده از اسلحه. من هنوز با بچه های گروه دوستم و یه سری از بچه های اصلی تیم خیلی کمکم کردن. ماکس لاتر با همون تماس گرفت، گفت برای اینکه بازیگرها برای فیلم آماده شن باید آموزش ببینن. امنیت حرف اول آخر رو میزنه.
اینی که اینجا سه میبینی برای انگشت طراحی شده، اینطوری نگهش میداری و انگشتت اونطوری توش حرکت. اول باید یاد بگیرن چطوری با رعایت نکات ایمنی شلیک کنن. بعدش دیگه آماده جنگ بودیم. دپارتمان هنری خانه گلاب و همچنین فضای داخلی پایگاه گشت فرودگاه بگرام کمپ کولت را بازسازی کردند. صحنه‌های پرده آبی شامل صحنه‌های نمایش چینوک CH-47 و یک نمونه 4 فوتی صخره هندوکش بود که توسط تیم هنری در لس آنجلس کالیفرنیا تهیه شد. لون سوروایور، پنجمین همکاری توبیاس شلیسلر به عنوان مدیر فیلمبرداری با پیتر برگ بود و برگ نیز نخستین بار بود فیلمبرداری دیجیتالی را تجربه می کرد. شلیسلر قصد داشت آخرین بازمانده را با دوربین‌های آری الکسا فیلم برداری کند، اما به دلیل مسائل مالی تصمیم گرفت فیلم را با دوربین‌های دیجیتال رد اپیک و لنزهای فوجینون و آنجنیو فیلم برداری کند. شلیسلر دوربین‌های رد اپیک را به دلیل اندازه کوچک و وزن سبکش انتخاب کرد. او همچنین چندین صحنه را با استدیکم فیلم برداری کرد. شلیسلر جهت آمادگی برای فیلم برداری از کتاب عکس کافر تیم هترینگتون، عکاس و روزنامه‌نگار انگلیسی آمریکایی تأثیر گرفت که درباره یک جوخه آمریکایی است که در جنگ افغانستان به پایگاه مرزی دهکده کورنگال ارسال شده بود. پس از اینکه شلیسلر کتاب را به برگ، دپارتمان هنری و طراحی لباس نشان داد، عکس‌های کتاب تصویری کلی از فضای فیلم در اختیار آنها گذاشت. پیش از فیلم برداری، شلیسلر و برگ برای اصلاح رنگ با دوربین‌های دیجیتالی تصاویر آزمایشی تهیه کردند و برای استفان سوننفلد، متخصص رنگ دیجیتالی، ارسال کردند. از آنجا که برگ تصمیم داشت آشفتگی‌های فیزیکی و روحی مارکوس لاترل و هم‌تیمی‌هایش را در این مأموریت شکست خورده بازسازی کند، شلیسلر صحنه‌های اکشن را با لنزهای زاویه باز فیلم برداری کرد و دوربین‌ها در نزدیکی بازیگران جاسازی شد. همچنین یک گروه از فیلمبرداران را با 3 دوربین دستی مسئول تصویربرداری مستند آخرین بازمانده کرد. مسیر سنگلاخ و شیب‌های تند پارک جنگلی سانتافه برای استفاده از تجهیزات رایج فیلمبرداری مانند کرین‌ها و دالی‌ها مشکل ساز بود که در نتیجه بیشتر صحنه‌های فیلم توسط فیلمبرداران تصویر برداری شد که بالای صحنه از تلسکی‌های هوایی فیلمبرداری می‌کردند. کار خیلی سختی بود. سعی کردیم تا جایی که ممکنه واقعی بازی کنیم و سریع این کار رو انجام بدیم. آموزشمون طوری بود که وقتی تموم شد احساس کردیم بیشتر فیلمو کار کردیم، اما واقعیت این بود که هیچ دوربینی روشن نبود. خیلی خوب بود که میتونستیم از نزدیک عملیات رو لمس کنیم. وقتی شروع کردیم من حتی اسم اسلحه هارم نمیدونستم، اما وقتی کار تموم شد چشم بسته همه رو میشناختم. مارس واقعا تعجب کرد از اینکه اونقدر سری راه افتادیم. خیلی زود تونستیم تو فضای فیلم غرق شیم. این بچه‌ها دم دستمون بودن و بعضی از کسایی که باهامون کار میکردن واقعا اسطوره بودن. واقعا عالی بود. تا میتونستیم بهشون سخت گرفتیم و فشار آوردیم و اونا مثل یه تیم هوای همو داشتن. قشنگ معلوم بود وقتی مشغول تمرین بودن اتحاد قشنگی بینشون شکل گرفت. این همبستگی موقع شلیک و حرکت کاملا به چشم میومد. خیلی معلوم بود. برای همین این آدم ها رو انتخاب کرد، من، ایمیل و خب البته مارک و من، چون ما خیلی تو کارمون جدیم و میدونست که میتونه رومون حساب بکنه. برای همین کم نذاشت. حتی بعد از این که فیلم رو دیدم با شناختی که از خودم داشتم، میدونین من هیچ وقت از کارم راضی نیستم. میدونی دلم میخواست هر کاری که از دستم برمیاد انجام بدم که کار درست از آب در بیاد و یه کار خوبی بشه. باید اسلحه رو صاف بگیری. خیلی خوب، باشه، تمرین کن. ماشه رو میکشی، عقب نگهش میداری، سر جاد محکم وای میسی، رو زمین قل میخوری، حواست باشه. خیلی خوب. وقتی زمین میخوابین باید حواستون به این باشه، چون اگه حواستون نباشه فکرشو بکنین چی میشه. اگه در حین قل خوردن این بیرون بیاد، این از جاش میاد بیرون و تیراندازی میشه، که خب ما فقط میخوایم روی زمین قل بخورین، همین، نمیخوایم چیز دیگه ای بشه. حرکت.
2 شرکت مسئول جلوه‌های ویژه آخرین بازمانده، Industrial Light and Magic و Image Engine بودند که سرپرستی آنها را جاسپر جولسراد و گریدی کافر به عهده داشتند. به طور کلی، فیلم بیش از 400 تصویر جلوه‌های ویژه داشت. ILM تنها مسئول تهیه صحنه تصادف هلیکوپتر بود. برگ درخواست کرده بود این صحنه توسط ILM تهیه شود که در ناو جنگی نیز با او همکاری کرده بود. وظیفه ایمیج انجین کار روی تصاویر صحنه و لوکیشن نظیر صحنه‌هایی که شامل کوه‌ها، ساختمان‌ها، مناظر کامپیوتری و همچنین صحنه‌های مربوط به شلیک تفنگ‌ها بود. لون سوروایور با فروش 125 میلیون دلار و نامزد شدن برای دریافت جوایز متعدد از قبیل جایزه اسکار برای بهترین موسیقی ترکیبی و کسب جوایز بهترین فیلم اکشن از Critics Choice Award، Screen Actors Guild Awards و Sierra Award، کسب جایزه Top 10 Films در NBR Award و همچنین دریافت جایزه بهترین بازیگر فیلم اکشن توسط مارک والبرگ در Critics Choice Award توانست کارنامه قابل قبولی را به دست آورد. لون سوروایور نقدهای مثبتی را از منتقدین بنام دریافت نمود. این فیلم امتیاز بالای 75% را از روتن تومیتو، امتیاز 60 را از متاکریتیک و امتیاز 7.7 را از IMDB دریافت نمود.